با سلام و درود به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. من سهراب چمن‌آرا هستم و هر هفته به مدت حدود نیم ساعت در خدمت شما هستم و بحث و گفتگوی همیشگی ما درباره قانون اساسی بوده و خواهد بود. دوستانی هستند که حتی به من ایراد می‌گیرند که چرا فقط در مورد یک موضوع صحبت می‌کنی و حرفات یک نواخته. عرض کنم حضور سرکار که دوست گرامی، ما کارهای زیادی هست که داریم، خودمان مشغول هستیم و اگر بخوایم در مورد مسائل مختلفی که در ایران و در جهان اتفاق میفته هر روز بخوایم صحبت بکنیم، حتی وقت کم میاریم که 24 ساعت صحبت کنیم. اخبار داخل ایران، خود تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی مال رژیم، اینها رو همه در اختیار مردم میگذارن. وزرا میان از بدبختی مردم صحبت میکنن، در مجلس شورای اسلامی مردم از بیابی، فقر، فلاکت و بحران صحبت میکنن علنا. دولت میاد اعلام میکنه که 25 میلیارد دلار گم شده، اون وقت میان میگن که فلانی 2 میلیارد دلار بلند کرده برده قطعات یدکی برای نیشکر هفت تپه بخره، بعد پول رو برداشته و برده. بابک زنجانی در دادگاه هست. این حرفا احتیاج نداره. یعنی اگر شما گوگل سرچ بکنید و بخواید به اخبار CNN یا وایس آف امریکا گوش بدید، هم اونها هم همه حرفا رو میزنن. ما اینجا آمدیم به عنوان یک آدم عادی، نه چیز سیاسی داریم، نه پولیتیکال ساینس هستیم، هیچ. آمدیم اینجا میگیم آقا تمام بدبختی این مملکت، ما ملت ایران، به خاطر قانون اساسیش بوده. قبل از اون، یعنی قبل از 120 سال پیش گذشته، خب تمام منطقه همه در حالت یک موضوعاتی بودن که اون گذشت. ولی از 120 سال پیش، 150 سال پیش که ملت ایران پیشرفت‌های تو اروپا را دیدن، رفتن از اونجا، کتاب یک کلمه نوشته شد، قانون‌های اساسی اونها را آوردند ایران و بعد در ایران خواستند اون قوانین پیاده بکنند، شاید مثل اروپا بتوانند پیشرفت بکنند، نتوانستند. به خاطر اینکه دو قدرت در ایران، یعنی آخوند و شاه، به خاطر منافع شخصی خودشان این قانون‌های اساسی، چه مشروطه و چه جمهوری اسلامی، فقط برای قارت خودشان انجام درست کردن. قدرت‌های خارجی هم که دنبال قانون اساسی بودن، اونها هم به دنبال منافع خودشان بودن. یعنی روس و انگلیس که ایران کمک کردند که قانون اساسی مشروطه داشته باشه، به خاطر این بود که می‌خواستند هر چی که در مملکت میاد در وجود یک شخصی به نام شاه خلاصه بکنن که بتونن فقط با اون یک نفر طرف بشن. این دلیل حمایت انگلیس ها بود از قانون اساسی مشروطه و اینقدر براش کوشش کردن که آقا یک نفر پرقدرت بذارن اونجا که بتوانن با یک نفر صحبت کنن، نه اینکه بیان با مجلس شورای ملی صحبت کنن، نه با آزادی مطبوعاتش بتوانن صحبت بکنن. در طول تاریخ ایران هم که میشود گفت، شما میتوانید برید تاریخ نگاه کنید، اگر که قوام السلطنه توانست قدرت استالین محدود بکنه و اونا از آذربایجان بکشن بیرون، فقط به خاطر قانون اساسی بود. چون رفت اونجا بهش گفت آقا شما هر چی میخوای ما به شما میدیم، من خودم در مجلس تمام این قدرت، ولی شما نمیتوانید در آذربایجان بمانید به خاطری که مملکت ما قانون اساسی داره و تا زمانی که این تصویب نشه شما نمیتوانید منافعی در آذربایجان داشته باشید، بنابراین نیروهاتونو ببرید. بابا قوام السلطنه استالین گول زد
که توانست اینو بیرون بخواد. اون موقع فقط یک بار استفاده شد. ولی شما نگاه تاریخ ایران در 120 سال گذشته بکنید، میبینید آقا این قانون اساسی مشروطه به مدت 70 سال مایه بدبختی و غارت ایران توسط دو پهلوی بوده، و بعدش قانون اساسی جمهوری اسلامی هم باعث غارت ایران توسط این رژیم بوده. یعنی هر کسی منافع خودش در این قانونهای اساسی بوده. ما آمدیم اینجا میگیم آقا تنها راه نجات این مملکت اینه که روزی یک قانون اساسی حکومت پارلمانی داشته باشه. این هدف ماست. و هر هفته، حالا امسال نه، از 10 سال پیش همینطوری ادامه میدیم تا 10 سال دیگه هم که این رژیم سر کار باشه، که نخواهد بود، ما میگیم آقا قانون اساسی باید عوض بکنه، یه حکومت پارلمانی داشته باشه. این هدفه. هدف ما داشتن قانون اساسی حکومت پارلمانی. بیاید صحبت بکنید، بگیم آقا هدف شما چیه؟ یکی میاد میگه آقا بیم رضا رو بکنیم شاه. برین بکنیم ببینیم چطوری میتونیم بکنیم. یکی میگه آقا بیم خانم مریم رجبی بکنیم رئیس جمهور. بفرمایید. شما میگید اون، ما میگیم این. ما میگیم آقا ما اصلا دنبال شخص نیستیم، دنبال نظام نیستیم، شاهنشاهی یا جمهوری نیستیم. ما میگیم قانون اساسی باید عوض کرد. قانون اساسی باید کرد حکومت پارلمانی. این هدف ماست. بعد میگیم آقا خب شما میخواید مریم رجویه بکنید رئیس جمهور، چطوری میخواید این کار بکنید؟ وسیله شما چیه؟ آه وسیله ما حمله نظامیه که انشالله آمریکا و اسرائیل به مجاهدین کمک کنن، به ایران حمله بشه، خانم مریم رجویه بکنن رئیس جمهور. و گفتن توی سخنرانی هاشان گفتن جولیانی، بولتن، مگه 2-3 سال پیش سخنرانی نگاه و آقا ما همین امسال در سال آینده در تهران خواهیم بود، این مجاهدی. بعد میاد به طرفدارای رضا پهلوی میگید آقا، میگه که آقا بفرمان کانال 1 گفته به ما کمک پرچم رضا پهلوی و کانال 1 رژیم سرنگون کنه. اینم وسیله ایناست. درست به غیر از این ها یه چیزایی هم میگفتن، رفته بودن یه کتاب جیمز شارپ خوانده بودن، نافرمانی مدنی. به این اعتصاب بکنیم. اعتصاب هم کردن سال 98، 10 سال پیش، 3 سال پیش، معذرت میخوام، 5000 نفرشون رو کشتن. حمله نظامی هم اگه صدام حسین 8 سال به ایران حمله نکرد، جنگ نبود، تمام دنیا هم کمکش میکردن، چی شد؟ نافرمانی مدنی تونیم. آقا بریم تشکیلات درست کنیم، حزب درست کنیم. خب رفتین حزب درست کردین، شورا درست کردید، میدونم فرشگرد درست کردید، صدها نفر آمدن دور هم جمع شدن، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، چیکار کرد؟ به نتیجه نرسید. ما میگیم وسیلم حتی همون هدف تغییر قانون اساسیه. یعنی وقتی همه با هم، به قول خمینی، همه با هم یک شعار داشتن، وقتی که در جنبش سبز یا سال 98 همه آمدن، آقا معلم ها اعتراض کردن، اعتراض میکنی برای حق و حقوقت، بیا بگو آقا طبق قانون اساسی من باید این حق و حقوق داشته باشم. یعنی قانون اساسی بکنی جز یکی از شعارهایتان. یعنی همه ملت، یارو کامیون داره میخواد اعتصاب بکنه و لاستیک نداریم، بیا طبق قانون بگو آقا طبق قانون اینطوری. نیشکر هفت‌تپه اعتراض میکنه، بگو طبق قانون اساسی آقا این کار حقوق من عقب افتاده. یارو بانکه رفته پول گذاشته اونجا، بعد پولش ورداشته صاحب بانک برده خارج، بعد اینو میره اعتصاب میکنه آقا پول ما کجاست. بنابراین ما میگیم باز هم تغییر قانون اساسی وسیله سرنگونی این رژیمه. حالا چطور؟
ما مراحل این تغییر رژیم و تغییر قانون اساسی در وبسایت قانون.org که اینجا آدرسش میبینید نوشتیم که در 8 مرحله این انجام خواهد شد. مرحله یکی سال 58، اول انقلاب، اول سال 58 در کردستان بود، همه اعتراضشون قانون اساسی بود که خلخالی فرستادن اونجا، اون کشتاره کرد. مراحل دوم سومش بیاد به سال جنبش سبز میرسه. مرحله چهارمش وقتی بود که 3 سال پیش در خرداد، 3 سال و چند ماه پیش، 14 تن آمدن یک اعلامیه پخش کردن، آقا قانون اساسی باید عوض بشه. این ما را گذاشت در مرحله چهارم. مرحله پنجم وقتی است که تحریم های آمریکا هوشمندانه بشه، نه این تحریم روی ملت ایران بگذارن، تحریم روی غارتگران و دزدان بگذارن. ما الان 3 ساله داریم بریم وبسایت درست کردیم، iranianamerican.info، به انگلیسی پیام فرستادیم که آقا شما خواهش میکنیم تحریم روی ملت ایران نذارید، تحریم رو دزدا بذارید. بعد میبینی آقا خاوری برمیداره 3 میلیارد دلار برمیداره میبره کانادا، آقای ترودو براش فرش قرمز هم میندازه، مطبوعات هم ازش حمایت میکنن، فلانی دزدی میکنه پولیشه میذاره تو بانک لندن. خب معلومه اینا براشون اینو رژیم و اینو سیستم ایدئاله، بنابراین کار نمیکنن. چرا بیان روی غارتگرانی که آمدن 1000 میلیارد دلار ارز از این مملکت دزدیدن بردن، منهای چندین 1000 میلیارد دلار صنایع ایران به اسم خودشان کردن، حالا چی در داخل ایرانه 1000 میلیارد دلار برداشتن بردن؟ معلومه این قانون اساسی به نفع این است. الان حرفی در بردش نمیزنن، الان تحریمای آمریکا را نمیان هوشمندانه بکنن. چرا؟ یه دلایل خارجی داره، بیاین تحقیق بکنید. تا زمانی که عربستان اسرائیل به رسمیت نشناسه، حرف از قانون اساسی نه رژیم ایران میزنه نه رژیم اسرائیل میزنه، به خاطر اینکه اینها منافعشان، منافع اقتصادیشان در وجود یک رژیم آخوندی بحران سازه. و فقر و فلاکت و بحران هم 3 عامل نگهدارنده رژیم آخوندی هستند. چقدر باید اینه ای تکرار بکنیم؟ دوست گرامی از من ایراد نگیر که چرا من هی در مورد قانون اساسی صحبت میکنم، به خاطر که هر چه که هست و نیست برمیگرده به این. یک زمانی بود که من با خانم نوشی تو رادیو جوانان امروز مصاحبه میکردم، بعد یعنی صبح میاد صحبت کنیم که اصلا قد شد، اونم به دلایل خود چه داره، ولی خانم نوشی به من میگفت که آقا من هر چی از شما میپرسم شما اینو برمیگردانید به قانون اساسی. گفتم بله، شما در مورد نورت کوریان با من صحبت بکنید، من میام برمیگردانم به قانون اساسی. اصلا یک کتاب من به انگلیسی نوشتم به نام پرپلکسیتی آف ایران، پیچیدگی ایران، روی جلدش عکس اینو برای گذاشتم به این جیگزاگ که دادم، تمام دنیا هر چی که شما میبینید بحرانش از ایران شروع میشه، از این رژیم آخوندی. به خاطر اینکه الان شما نگاه کنید این جنگ اوکراین و بعد اگر بشه در تایوان و بعد در خاورمیانه، این صنایع نظامی به حرکت در میندازه که تمام اقتصاد دنیا بهش بستگی داره. بنابراین ما الان در مرحله چهارم هستیم، تا به مرحله پنجم برسیم فقط با تحریم هوشمندانه بشه. به هر حال من قبل از اینکه بیام یه متن می‌نویسم که امروز این متن طولانی شد و هفته آینده هم در مورد کتابی که به انگلیسی نوشتم صحبت خواهم کرد و شاید هم اصلا مال هفته آینده به انگلیسی بشه، به خاطر که این کتاب همه حرفایی که ما میزنیم به صورت کتاب منتشر کردیم، کتاب انگلیسی، چون فایده هم نداره. آخه ما مثلا چند تا بیننده داریم، خیلی خیلی وقتی که دوستانی کمک میکنند لایک میزنند یا اینکه میرن در یوتیوب شیر میکنند، مثلا میبینی 100 نفر به حرف ما گوش میدن، ولی خانم فرای دیبا شهبانوی گرامی میاد یه مصاحبه با ایتالیایی میکنه، بعد میبینی در وایس آف امریکا هنوز که هنوز 1 ماه تمامه دارن در مورد این صحبت میکنن که خانم نور بشه ولیعهد، آقای رضا پهلوی هم شاهنشاه آریام شاهنشاه رضا شاه دوم بشه.
به هر حال من این متن نوشتم از رو میخوانم، در دقیقه 15 که ما صحبت کردیم نوشتم: هموطن، هدف داشتن قانون اساسی حکومت پارلمانی در ایران وسیله سرنگونی رژیم آخوندی نیز می باشد. یعنی هم هدف هم وسیله است. این حالا این بیاین در مورد این بحث بکنیم. دوستداران آزادی و قانونمندی در ایران بعد از دیدن پیشرفت اروپا و آوردن قانون اساسی بلژیک و فرانسه به ایران برای مشروط کردن اختیارات شاه، کوشش ها و جانفشانی آنها مظفرالدین شاه را مجبور به صدور فرمان مشروطه کرده. ولی 6 ماه بعد، این فاصله بین این دوتا را شما خوب توجه بکنید، ولی 6 ماه بعد آخوندها و درباریان توافقنامه ای را نوشتند که بتوانند دزدی شاه و آخوند را در ایران قانونی بکنند و نام آن را قانون اساسی مشروطه گذاشتند. در سرتاسر قانون اساسی مشروطه به غیر از نصف یک جمله در اصل 26 هیچ اصلی را پیدا نمی کنید که مردم حقی داشته باشند. اصل 26 چی میگه؟ قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی تعیین میکند، در یک جمله. بعد میگه در اصل 27 قوای سگانه مملکت ناشی از شاه می شود. برید قانون اساسی بخوانید. با توجه به اصل 1 و 2 از کلیات و اصل 27، 46، 48، 50، 80 و اصل متمم الحاقی مربوط به مجلس مؤسسان، شاه در مقام رهبری مذهبی و مروج مذهب جعفری هیچ راه خلاصی برای ملت ایران از دیکتاتوری وجود ندارد. در ایران وقتی شاه قدرت دخالت در امور دولت را نمی داشت، تقریبا مثل سالهای 1320 تا 1332 منجر به ملی شدن نفت شد. ولی به کمک قانون اساسی مشروطه، رضا شاه صاحب املاکی در مازندران به وسعت کشور لبنان و خروج 50 میلیون پوند شد و محمد رضا شاه صاحب 60 میلیارد دلار سپرده در بانک‌های سوئیس تا سال 1357 گردید. در سال 1357 اتفاق مشابهی سال 1285، یعنی همون قانون اساسی مشروطه و اینا، افتاد. مردم ایران به خاطر عدم اجرای قانون اساسی توسط شاه انقلاب کردند و محمد رضا شاه صدای انقلابشان را شنید و ایران را ترک کرد. ولی 6 ماه بعد آخوندها قانون اساسی خودشان را نوشتند، قانون اساسی دزد پرور مشروطه و عدم اجرای آن توسط محمد رضا شاه ایران را به دام آخوند انداخت و با فرو کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی در حلقوم ملت ایران با خدعه خمینی، همانطور که خودش گفت، دزدی و غارت ایران در انحصار فقط آخوند حاکم قرار گرفت. در مشروطه، طبق قانون اساسی مشروطه، این قدرت بین شاه و آخوند بوده. خود آقای شاه هم حضرت آیت الله عظما بوده که 4 تا آخوند زیر نظرش بودند و بعد بقیه آخوندام منافع خودشونه داشتن. بعد از اعتراضات به قانون اساسی جمهوری اسلامی که در از سال 1358 در کردستان شروع و با کشتار از طرف خلقالی خاموش شد، مبارزه و کوشش برای تغییر قانون اساسی بعد از جنگ 8 ساله و بالا گرفتن دزدی‌ها ادامه پیدا کرد و بعد از جنبش سبز در سال 1388 به طور آشکار و با شعار رأی من کو تکان خورد، تا که در خرداد 1398 با بیانیه 14 تن علناً و رسماً تغییر قانون اساسی یک شعار شناخته شده در میان آزادی خواهان ایران شد.
مراحل هشتگانه تغییر قانون اساسی در ایران که از سال 1358 شروع و در سال 1398 با بیانیه 14 تن به مرحله چهارم رسید و تحریم هوشمندانه دزدان ایران توسط آمریکا ایران را در مرحله پنجم قرار خواهد داد. آمریکا و اسرائیل در حال حاضر با چنین عمل ساختار شکنی موافقت ندارند، چون تحریم های کنونی روی ملت ایران باعث دزدی بیشتر می گردد و ارز دزدی شده در بانک های غرب گذاشته می شود. ولی اگر عربستان اسرائیل را به رسمیت بشناسد، تاریخ مصرف حکومت بحرانساز آخوند در ایران برای فروش اسلحه در خاورمیانه تمام خواهد شد و آمریکا به جای تحریم ملت ایران، تحریم را روی دزدان ایران قرار خواهد داد. تحریم هوشمندانه فقط یک بار توسط انگلستان روی حساب در گردش مشتبه خامنه‌ای در انگلستان گذاشته شد که هفته بعد ایران را وارد مذاکره برجام اول شد. آلیگارشی های غارتگر ایران بسیارند و پراکنده در غرب با ثروتی بیش از 1,000 میلیارد دلار در خارج و چندین هزار میلیارد دلار صنایع و معادن و شرکت های دولتی در داخل ایران که به نام خودشان طبق قانون اساسی و خصوصی سازی کردند. با تحریم هوشمندانه و فشار غرب در مرحله پنجم حکومت ایران وارد مذاکره با آزادی خواهان در داخل ایران در مرحله ششم خواهد شد. در مرحله هفتم با قانون اساسی موقت انتخابات مجلس شورای ملی انجام می شود. در مرحله هشتم قانون اساسی حکومت پارلمانی در مجلس شورای ملی بحث و مذاکره و مورد تصویب قرار خواهد گرفت. به زبان ساده قانون اساسی حکومت پارلمانی یک نمونه قانون اساسی است که در آن سه قوای مملکت، مقننه، اجرایی و دادگستری در آن گذاشته شده و این سه قوه از همدیگر جدا هستند و با حرمت به ارزش‌های دینی، دین و مذهب از حکومت جدا خواهند بود و شاه تشریفاتی و یا رئیس جمهور تشریفاتی و انتخابی هیچ گونه نقش و نفوذی بر آنها ندارند. نظام شاهنشاهی و یا جمهوری مربوط به مرحله نهم است که اکنون نیازی به بحث ندارد، چون یکی از تصمیمات مجلس شورای ملی و تصویب مردم در مرحله نهم خواهد بود. این هم لینک یوتیوب سخنان این هفته با عنوان راهی برای تغییر رژیم آخوندی در ایران بجز تغییر قانون اساسی وجود ندارد برای هفته آخر شهریور 1401 شمسی. ما اصلا کاری به این نداریم که شما میخواید شاه داشته باشید یا رئیس جمهور، میخواید مریم رجوی بکنید رئیس جمهور یا شاه بکنید رضا شاه دوم. اون اصلا مرحله نهم اصلا مورد بحث ما نیست. ما مخواهد میخواییم به مرحله هشتم برسیم، یعنی این که برند یک مجلس شورای ملی با انتخاب مردم در مجلس شورای ملی انجام بدن و یک قانون اساسی حکومت پارلمانی در اونجا نوشته بشه. حکومت پارلمانی هم بر میگرده به کتاب روح القوانین مونتسکیو که 300 سال پیش نوشت و با اون سیستمه داشتن سه تا قوه، مجریه، مقننه و دادگستری جدا از هم که کسی روش نفوذی نداشته باشه، اروپا وارد مرحله انقلاب صنعتی، روشنگری، همه چیز شد. ناگهان ایران اروپا منفجر شد. بعد از اونها ژاپن یاد گرفت و بعد از اونها همینطوری همه کشورهایی که الان آزادی و اون قانون اساسی حکومت پارلمانی که نتیجه اون چیزهای البته قانونهای اساسی وقتی نوشته میشه، چون حکومت پارلمانی هست و مجلس شورای ملی یا پارلمان قدرت داره، این درست میشه. همین قانون اساسی آمریکا که الان یکی از بهترین قانون‌های اساسی دنیا هست، شما نگاه بکنید
که 270 سال پیش نوشته شده، این انقدر تغییرات داشته که اصلا شما نمیدونید همش امندمنت یعنی الحاقیه بهش اضافه شده. اون موقع بردهداری تو این مملکت بوده، رئیس جمهورهاش مثل جورج واشنگتن خودش یاد بردهدارای بزرگ بوده، بردهداری بوده، زنان حق رأی نداشتن، مطبوعات نبوده، تمام اینها هی درست شده آمده. ولی این قانون اساسی مشروطه که بهترین برای زمان خودش شاید بوده باشه، ما حرفی در این مورد نداریم. شما ببینید چه تغییراتی درش داده شده، به غیر از این که قدرت پادشاه بیشتر بکنه، قدرت آخونده بیشتر بکنه، الحاقیهش که در مورد مجلس مؤسسانه اون آخرش نوشته شما می توانید هر بحثی بکنید برای تغییر قانون اساسی در مورد دو چیز نمی توانید صحبت بکنید، به خاطر اینکه دون دو چیز، یکی دین اسلام و حق و حقوق آخونده و دیگری اختیارات شاهه که اونم یه آخونده اعظمه. بنابراین نه تنها درست نشد بلکه بدتر و بدتر شد. تازه این قانون اساسی هم توسط شاهنشاه آریامهر اجرا نشد که خودش آمد توی سخنرانی، آخرین سخنرانیش گفت آقا معذرت میخوام من اجرا نکردم، قول میدم اجرا بکنم. آقا بدتر خود شاه چه هست؟ شما برید، وقت ما داره تمام میشه، برید تا اصلا به خاطرات علم، خاطرات اردشیر زادی، خاطرات فردوس، یعنی این سه تا نزدیکترین افراد به شاهنشاه آریامهر بودن، اینا رو نگاه بکنید، اینا رو با هم بذارید توی یک جمع‌بندی بکنید، ببینید چرا این ملت بدبخت شد، چرا از چاله درآمد افتاد تو چاه، چرا به قول قبادیانی، ناصر خسرو قبادیانی، از ترس مور ما وارد دهان اژدها شدیم. این شعر ناصر خسرو قبادیانی 1000 سال پیشه، از ترس مور که شاهه وارد دهان اژدها که آخونده شدیم. این ناصر خسرو قبادیانی نوشته 1000 سال پیش. بابا جان بعد شما برید الان کتاب هویدا، فریدون هویدا آمده به فرانسه است، تعریف میکنه در وزیر دربار، امیر عباس هویدا برادرش وزیر دربار شده بوده، میره پلوی شاه همون اوائل انقلاب، به شاه میگه آقا این ملت خسته شدن، این ملت علت اعتراضات چون به خاطر فساد درباره، هر چی که اینجا میبینی، شما میبینی هر قرارداد بزرگی و اینا، میلیاردها، 100 میلیارد دلاری خاندان پهلوی از ایران بردن. اینه بهش میگه و شاهنشاه آریامهر فقید بهش میگه گرفتن کمیسیون در همه جای دنیا رسمه. کتاب نمیشه میگه شاهنشاه آریامهر در جواب و چه عیبی داره که خاندان پهلوی اینه بگیرن. در ضمن اون موقعی شاهتو هنوز که هنوز انقلاب قانون نفهمیده، در ضمن کی خمینیه میشناسه؟ این یه آخوندیه که صدام حسین میخواست بکشتش، من گفتم نه نکشش، داستانشو براتون تعریف کردم. صدام حسین پفش 10 تا از این آخوند داره گرفت و تیبا به شاه تزنگ میزنه که آقا، و شاه نشسته بوده پهلو رئیس جمهور چین توی مهمانی، بلند میشه از سر میز میره جواب صدام حسین بده، صدام حسین میگه چیکار بکنم بهش، میگه که آقا کاری به کارش نداشته باشین، کسی نمیشناسش. به هویدا اینه میگه، میگه آقا خمینی کسی ها، جبهه ملی هم اینه نوشته، جبهه ملی و توده ایام که معلومه اینا حقوق بگیر خارجی ها هستن. حالا شما این فراری های 57 دم میکنن که آقا اینا انقلاب کردن. بابا خود شاهنشاه آریامهر به قول بازرگان رهبر انقلاب بود. بعدش یه ماه بعدش رئیس سازمان امنیت ژیسکار دستان میاد ایران، از شاه میپرسه چه کار بکنیم با خمینی، میگه آقا اینو ورش داریم ببریمش پاریس، اونجا ما میتونیم کمک کنترلش بکنیم. حالا این میگن گواتالوپ اینا رفتن تصمیم گرفتن، بابا خود شاهنشاه آریامهر همه برنامه رو خودش چید.
بعد تاج سلطنت هم گذاشت رو سر فردوس. من فردوست هم داستانش اگه بخوایم اینجا بگیم یه ساعت هم برای اون طول میکشه، ولی این داستان عشقی فردوست و خانم طلا و اینا رو از خانم شهبانو بپرسید. به هر حال این داستان زندگی ماست. من این نوشته هارم نوشتم، اینه در یوتیوب میگذارم، در فیسبوک میذارم. شما به هر جمله ایش که اعتراض دارید و میخواید بحث بکنید، حالا من اینا رو میگم، یه دفعه میبینی یارو میگه جاوید شاه شما جبهه ملی ها خائن هستید، شما توده ها خائن هستید، شما تو اصلا خودت مجاهدی. بفرما، اینم جواب ایناست. یعنی ما هر چی که میگیم داستان لیلی و مجنون رو برای اینا میگیم، بعد اینا میگه لیلی زن بود یا مرد بود، اصلا به هیچ راه نمیشه. آقا چرا تکرار میکنی؟ آقا چقدر تکرار بکنیم؟ هفته آینده باز دوباره همینه تکرار میکنیم. هفته آینده در مورد کتاب Imagine The Fall of Ayatollahs که الان توی حالت پرینت است، میاد توی amazon.com هم شما میتوانید بخریدش. تمام اینها رو البته 100 صفحش همون داستانهای تاریخی است که همه ما میدانیم که چطور وارد انقلاب شدیم، که از فصل پنجم و ششم که آخر کتاب هست هست و حدود 40 صفحه است به انگلیسیه، که اونم هر کسی بخواد اون براش میتونم ایمیلش بکنم، ولی که کتاب نمیخوام برای کسی بفرستم، برید بخرید. 17 دلار سیاه و سفید هم هست، فقط جلدش رنگیه. به هر حال این حرف ماست، هدف ما تغییر قانون اساسی و داشتن حکومت قانون اساسی، حکومت پارلمانیه، و وسیله ما هم همینه. تا هفته آینده خدا حافظشون.